بزن. یادم هست چیزی شبیه یک نورافکن همیشه دنبالم بود، چه روی صحنه چه روی پرده سینما چه در قاب تلویزیون. نورافکنی که هیچ وقت تصور نمی کردم به یک بار خاموش بشه. روزی که شاه از ایران رفت من در لس آنجلس بودم و زمانی که پرواز خمینی به زمین نشست من باز هم در لس آنجلس بودم. به دعوت مرحوم پوران در کاباره‌ای به نام کلبه شروع به کار کردم. حال روحی خراب تا جایی که
نمیتونستم مثل سابق بخونم. در نتیجه به کمک دوستانم پاسپورتی رو که در گروه کابار داران بود پس گرفتم و از لس آنجلس فرار کردم. از فرودگاه مهرآباد به کمک مسعود فردمنش راهی خانه‌ای که برایم پس گرفت شدم. و این آغاز 21 سال سکوت اجباری من بود. Someone like Gugush, who used to work 24 hours a day. She couldn't sleep. I mean, she worked all the time, as far as I remember. She was always working. She was always singing. Suddenly, انقلاب شده بود، تازه برگشته بودم ایران. یک آلبومی داشت تهیه میشد به وسیله علیرضا میبودی، تورنج نگهبان. یه مجموعه بود از گفتار، ترانه، مسائل روز اجتماعی و سیاسی رو تو مجموعه گنجونده بودن. از منم خواستن که یه ترانه برای این مجموعه بخونم. تو موقعیتی نبودم که بتونم بخونم، ولی این شعر دستم بود. گفتم من میتونم این شعر رو بیام براتون دکلم کنم. بنویسید، بنویسید روی سنگا، رو درختا، رو شما دست نویسان. بنویسید از همینجا. ناگزیر پذیرفتم و از گوگوش خودم خداحافظی کردم. خانه نشین و بی خبر از خطری که در پیش بود، جنگ. And we begin this evening in what is surely the world's most dangerous body of water, the Persian Gulf. These people here come here to fight. They're just, I mean, they've left their families just to fight the Iraqis. Yeah, how old is it? How old is God? Those are 14 or something. نگران آینده‌ای که مبهم‌تر از همیشه بود و نگاه بی اختیار گوگوش به آن سوی آبها، نورافکنی که از دور سوسو می‌زد. خانده اصلیش هم احتیاج رو به عرفی نداره، به افتخار خانده اصلیش. تمام قصد ما اینه که هنرمون رو بتونیم شریک بشیم با مردم، چه نوازنده ایم، چه بازیگر ایم، چه هر کاری که میکنیم. دوست داریم که مردم ببینن، لذت ببرن. اگر نتونیم جلوی مردم این هنرمون رو نشون بدیم، یه احساس خفگی به نظرم دست میده به هنرمند. و اصلا میتونم تجسم کنم که چه دیگه تونیم بروش. Thank you.
ایران بعد از اینکه به این اوج موفقیت رسیدن و بعد اون صداشون ازشون گرفته شد. روزمرگی هنرمند رو از بین میبره، دردی که من دچار شدم. تا یک روز یک اتفاق، یک بشقاب کمی انگیزه داد. میشنیدم میگفتن که ماهواره اومده و میتونی همه برنامه ها رو از همه کشورها ببینی با یک بشقاب که رو پشت بوم میذاری. گفتم امکان نداره، اصلا محاله. خودت دیدی؟ از هر کی میپرسیدم خودت دیدی، میگفت نه، ولی پسرخاله من دیده، دخترخالم رو یه دونه از اینا داره، از این بشقابا. تا خلاصه این بشقاب اومد رو پشت بوم خانه‌ای که توش بودم، کسی که اومده بود بشقاب رو وصل کنه. خب این وسایل امروز رو نداشتن که مثلا یه مانیتور داشته باشه و چک بکنه. آینه میذاشت، تلویزیون رو با آینه بالا، یکی هم از پایین میگفت اومد نه رفت. منم یه چیزی مثل یا برفک میدیدم یا آبی بود همه چی، یه چیزی نزدیک 2 ساعت و نیم 3 ساعت پای این تلویزیون با چادر نشستم، برای اینکه نمیخواستم این کسی که میش بحثی میکنه مثلا متوجه بشه، بفهمه که اینجا کی ساکنه. چشم از تلویزیون بر نمیذاشتم. این اتفاق برای من یک بارم تو بچگی افتاد، عروسی شاه و فرح دیبا بود. من تمام عروسی رو تو برفک دیدم، یعنی فقط برفک میدیدم و صدا میشنیدم. که ماهواره هم برای من همون اتفاق افتاد، یعنی همون خاطره رو تجدید کرد. Iranian Larry King, Ali Reza Mabedi, was on NITV that day taking live calls. Somebody called and says, I'm calling from Istanbul. Mabedi didn't believe him. Startled, Mabedi picked up an apple and asked the caller what he saw on his screen. And he says, apple. And he had a pen. He said, what is this? He said, pen. The engineer's mistake and put NITV into Iran. یعنی واقعا انگار یک اتفاق تازه تو زندگی برام میافتاد. فکر میکنم همه همین حالو داشتن. هممون زار میزدیم از ذوق، از شوق، اینکه یک بند نافی وصل شده. و نورافکنی که بعد از 21 سال روشن شد. متشکرم از همه تونید. به نام ایران و ایرانی، سلامی چون بود خوش آشنایی. چند سال پیش من در یکی از فروشگاه‌های بزرگ به واشنگتن رفتم و بعد از اینکه دیدم چی می‌خواستم بخرم،
جوان آمریکای جنوبی بود در حدود 30 سال. بعد من چیزی نخریدم و آمدم بیرون. از مغازه که آمدم بیرون در همون جلوی مغازه چند تا هموطن بودن، یه خانواده که منو شناختن و ماچ بوسه و بغل و عکس و اینا. بعد این جوان آمد گفتش که Are you famous؟ تو مشهوری؟ گفتم برای بعضی ها بله. گفتش که از کجا میاد؟ Where are you from؟ گفتم از ایران. گفت Are you گوگوش؟ من فوق‌العاده از این که ببینید گوگوش، خب همه میدونن که در خیلی جاهای دنیا معروفه، به خصوص در خاورمیانه، به خصوص در ممالکی که فارسی زبونن. ولی یه جوون آمریکای جنوبی هم چی چیزی بگه، خودش باعث خوشحالیه که حتی با تمام این بدبختی ها که به سر گوگوش و هنر ایران آمد، گوگوش یه جوری به هر صورت شناخته شده است. خسته تر از مسافر بود و هست که در مقابل چشم مردم ایران بزرگ شد. کودکی که ما فکر میکرده یتیم هست پشت سن بزرگ میشد و او میشه خاطره مشترک اون جامعه. به ترانه خانه ما خوش آمدی بانوی هزار هزار ترانه. She started an art form. She was always singing. Suddenly, ممنون شد. یک روزه ممنون شد. هیچ وقت نخوندم. حتی برای دوستانم. گوگوش has been allowed to leave Iran for a world tour. گوگوش is back on stage. Singing once again. A lot of big names here, none bigger than گوگوش. چه احساسی داشتی وقتی برای اولین بار رفتی تمام تنم می‌لرزید. به ما سر با چشم، به ما سر با گوش می‌شوید، به ما سر و سر هم سرای تو خرد و بزرگ من همه گوش می‌شوید.
خوش آمدید به این شب ترانه. چند کلمه میخوام با تون درد کنم. من قصد داشتم امشب این کنسرت رو منحل کنم، کنسل کنم. اما دیدم که به خاطر شما در این شهر و به مناسبتی که من آخرین اجرامو در این شهر در فرانکفورت دارم، قاعدتاً باید برنامه‌مو اجرا بکنم. به قول انگلیسی ها میگن شو ماست گو آن. ولی در این چند روز اخیر یک خبر همه ما رو نگران کرده بود، خبر به کما رفتن مهسا امینی. هر روز منتظر بودم تا بشنوم مهسا از کما بیرون اومده، تا اینکه جمعه شب با کمال تأسف شنیدم که مهسا هم پر زد و رفت. مرگ مهسا همه مردم ایران، من و شما رو هم غمگین و افسرده کرده. بیش از 40 سال این گرگ ها تک تک مهسا ها رو میکشه تا با ایجاد غم و غصه ما رو هم به مرور از درون خودمون بکشن. چه باید کرد؟ ازتون اجازه میخوام که تمام ترانه های امشب و این کنسرت رو از جانب شما، خودم، همکارانم و اگر اجازه داشته باشم از طرف تمام مردم ایران به یاد و خاطره مهسای عزیزم، دخترم،
دختر ایران تقدیم کنم به روحش و به پدر و مادر و خانواده این عزیز تسلیت بگم و با هم قول و قرار بذاریم که از این پس حامی تمام مهساها و زنان کشور باشیم. و اجازه ندیم هیچ گنچه باز نشده ای چون مهسا پرپر بشه. کسی به یاد مهساهای پرپر، کسی به فکر کوچه کفترها نیست، به فکر عاشقای در به در باش که غیر از ما کسی به فکر Thank you.
های در به در باشد که فکر از ناکستی به فکر مانی ای بار منو ببخشید، من اصلا حالم دگرگونه و دست خودم نیست، شما بخونین کمکم کنین جایی که من صدام در نمیاد. شما ماشاءالله خوبم میخونین حاضرین andiamo
بوی. دو تا ترانه که براتون اجرا کردم، بعضی از ترانه ها رو میتونم سازندگانشون رو خدمتتون معرفی کنم. آهنگ پل و همسفر که براتون خوندم، Thank you. از شاهکارهای وارجان و ایرج جنتی عطاری. شما تو این شهر گوهری دارید که ترانه که خوندم براتون رو، شعرش رو و این ترانه که میخوام بخونم هم شعرش از اوست و کسی نیست جز اردلان سرفراز. اردلان سرفراز. Don't worry.
21 رو براتون میخوام بخونم با نام راز. من و تو خدا
خب من اگر بخوام ترانه های دلخواه شما رو بخونم تا صبح طول میکشه. اینه که همچین افشورش کردیم، یعنی فشوردش کردیم و چند تا از ترانه های پرویز مقصدی رو، دو تا از ترانه هاشو براتون اجرا میکنم. اگر روز
عاشقتونم. برای همین برنامه رو کنسل نکردم چون عاشقتونم. ترانه میخوام براتون اجرا کنم از آلبوم اعجاز. این ترانه از ساخته های علیرضا افگاری و روزبه بمانیه، اما ویدیوی این ترانه بیشتر از خود ترانه سر و صدا کرد، برای اینکه یک بی‌عدالتی رو بهش اشاره میکنه و یه تابوی رو میشکنه تو این ویدیو. براتون میخونم.
از یاد که نبودی